چرا؟ چرا باید این کارو بکنه؟ واسه چی؟ طاهر من چه ایزومه تری به این بابا فروخته؟ چه گناه کبیره این مرتکب شده که با سلام؟ اگه آروم باشین حتما جوابی برای این سوالتون هست. شما به جای اون کار بهتر دنبال جواب این سوال بگردیم. بیا تو. جاب زنگ ما اینجا اهمیت جونی نداریم. بگم این آقا اگه دوباره ما آقای فردوس شما بیرون منتظر بمونید. نه آقای فردوس بفرمایید بشین. تو هم بشین. نوکرتم. بشین. بهش بگین میتونستم از دستش شکایت کنم. ما خودمون کلی قانون بلدیم آقا. نمیتونستم جناب زرنگ. بله میتونستی. الانم میتونی. آه. ولی ما اهل شکایت نیستیم. گذشتم. لابد اینم از آقاییته. ما آقایی؟ نه آقا. آقایی به گروه خون ما نمیخوره. جناب سرنگ با خودمون دو تا چهار تا کردیم. گفتیم اگه ما دست ایشون شکایت کنیم ما رو که آزاد نمیکنین. ایشونو بازداشت میکنین میفرستینش تو حبس. اون وقت اگه بیا تو اتاق ما میدونی چی میشه؟ محشر کبرا میشه. این یهو میفته آقا بزرگترین تیکه ما این گوشمون میشه. اون موقع باید چهار تا مهندی استخدام کنیم که این گوشه ما رو از تو این فاضلابای شهر گیر بیارن. فکر کردیم که همون بهتره که دیوار گنده این ما باشه واسه سلامتیمون بهتره. خیلی خوب دیگه. خیلی خوب بهتره به کارمون برسیم. آقای فردوس چند تا سوال ازت داره. بفرمایید. به من نگاه کن. میگم به من نگاه کن. آه بهش گفتیم لازم ها چیه؟ بله میدونم. پس خبر داری؟ تو یه همچین وضعی آدم دیگه آخر آخرشه. غرق میشه. پس دیگه اخم و تخم و بکن نکن و اینا به درد ما نمیخوره. آقا بالاتر سیاهی هم رنگی هست؟ نیست دیگه. خب حالا بفهمی آن نوکرتون گوش میکنی. طاهر چی کارت کرده بود؟ هیچی. چرا مواد گشتی تو کامیونش که گیر بیافته؟ آقا این کارو یکی دیگه از ما خواسته بود. پول داد من کرد. دروغ میگی اینه سگ؟ طاهر تو هفت گوشه این عالم یه دشمنم نداشت. آره هفت گوشه عالم یه دشمنم نداشت اما بغل گوشش داشت. کی؟ چی ازت خواست؟ آقای فردوس ما چرا لال شدی؟ آقای فردوس ما قرار داشتیم. آروم باشی. بگم گفتم بیارنت بالا که بگی دیگه. یالا عروستون زن اون یکی بزره تو آشغال کسافت. آقای فردوس قرارمون یادتون نره. شما قول دادی. داره دروغ میگه. دریوری میبافه. آقا عروستون اومد خونم کلی به هم پول داد گفت این کارو بکن. دیدن دروغ میگه. نگفتم دروغ میگه. عروس من پاشو از خونه بیرون نمیذاره. آقا میخواین اصل قضیه رو بدونین یا نه؟ اینکه عروستون پاشو از در خونه میذاره بیرون یا نمیذاره بیرون به ما دخلی نداره. عروستون با صفایی اومد گفت این داداشمه. یه چنگ پول گذاشت رو تاقچه خونه ما گفتش که اگه بتونی جنس اینقدر تو کامیون طاهر بذاری که اونو وقتی بازداشت کردن یه زب برفسنش گله دار بقیهش هم بهت میدم. ما این کارو کردیم.
اون روزی که شما اومده بودی دیدمتون، اون روز قلب از شما عروستون اونجا بود. بقیه پول رو به هم داد، یه چنگه طلا و جواهرم برام گذاشت. اون وقت به هم گفت زود فلنگو ببند که دنبالت میاد. منم در رفتم. البته نه اون پول به ما وفا کرد، نه اون طلا و جواهرها. شاگه مسافر خونه چه نامرد همه رو چپو کرد، به اونم وفا نکرد. برای اینکه اون پولا که اون دنیا به درد نمیخوره. تو خونه یه شاگرد مسافر خونه چیه؟ چیزی پیدا نکردی؟ نه پولی نه جواهری. هیچ کس هم نمیدونه کجا قایم کردی، فقط یه گردنبند تو جیبش بود. این گردنبند براتون آشنا نیست؟ چرا؟ زیر لفظی عروس همه خودم سر سفره عقد بهش دادم. معذرت میخوام، باید پیش ما باشه. مدرکه؟ عرض نکردم. نگهبان، میتونی ببریش؟ باشو برو. آقای فردوس حالتون خوبه؟ میخوام بگم راننده برسونتتون. میخوام پیاده برم کمی هوا بخوره به کلم. میخوام ببینم خوابم یا بیدارم. اگه بیدارم کاری باید بکنم. انگورش اینه، قیمتش چنده؟ انگور خوبیه، قیمتش هم مناسبه. من میتونم جیل کنم براتون ارزوتر بیاد. آخریش چند؟ حالا شما ببر، با هم کنار بیاد. خب که الان برمیگرد. سلام آقا جون. چی به سرتون اومده آقا جون؟ کجا بودین تا حالا؟ من که نصف عمر شدم آقا جون. ساعت 3 بعد از ظهره. ماشینتون کجاست؟ دستتون چی شده آقا جون؟ صفایی رو بگو بیاد پیش من. صفایی. آقا چیه آقا؟ آقا جون کارت داره. مگه اومدن؟ آره برو پیشش. داشتم این حساب کتابه رو مینوشتم. حالا اونا رو ولکن بذار بعد. باش فرامرز اینا رو بنویس. مگه داری میری خواستگاری؟ دارم میرم دیگه آقا صابر. بجم دیگه. Thank you.
آقا سلام علیکم، با من کاری داشته این؟ بیا تو. بله چشم. آقا ببخشید این در رو ببند. بله بارنامه ها رو که داشتم قفلش کن. بله چشم. این بارنامه ها رو که داشتم تنظیم میکردم دیدم که این شوفرها جای دلدوزی زیادی دارن. دوری شد آقا. واسه چی آقا؟ تو بگو واسه چی؟ چی واسه چی؟ تو بگو واسه چی؟ واسه چی؟ چی واسه چی؟ واسه چی؟ واسه چی تو ماشین طاهر جنس گذاشتین؟ من تهمت افتراست. افتراست؟ افتراست؟ آقا جون برای رده کارتون، برای رده کارتون. شما بری سر کارتون. آقا جون. آره؟ افتراس. نظر. افتراس. چه افتراس؟ حالا ذلیلش کن آقا. همش تقصیر خواهرم انیس. چرا؟ چه پدر کشتگی با طاهر داشته؟ میخواست که فقط بچه های خودش وارث باشد. وارث من؟ من که هنوز نفس میکشم، نمردم هنوز. نبود واسه اون قسمتشم نقشه داشته. آره؟ از این در گرفته بیرون دیگه دلم نمیخواد هیچ وقت چشمم بهت بخوره. طرف های خونم آفتابی بشی، یه دفعه دیگه جلو چشمم پیدات بشه، یه بار دیگه اون هیکل کثافتتو ببینم، هر جا که باشه، شب باشه یا روز باشه، عزا باشه یا عید باشه، ماه حرم باشه یا ماه مبارک باشه، یه دفعه دیگه ببینمت، میکشمت. اون رفیقت غلامی هم الان توی آگاهیه، اونا دنبال تو هم هستن، پس تا نرسیدن بزن به چک، هیچ وقتم دیگه اینجا پیدات نشه. چشم بابا انشالله خدا از بزرگی کرده، انشالله خدا عمرت بده. خیلی ممنون علاق جونم. آقا ممنون نباش، لطفی بهت نکردم، بیچارت کردم. از حالا به بعد میشه یه روباه فراری، از این سوراخ به اون سوراخ، از این خرابه به اون خرابه، از این راب به اون راب. نه شب خواب داری، نه روز راحت. شب و روزت با ترس میاد، با دلخوره میره. حالا باید هم از من فرار کنی، هم از قانون. گم شو. چشم آقا. Thank you.
چی شد آقا جون؟ بلکنه رو بیا اینجا. به این وکیل زنگ زن بگو دنبال قضیه دخالت ستایش تو مواد مخدر رو نگیره. اگه گفت چرا چی بهش بگم؟ بگو ستایش تو این کار دخالتی نداشته، نه ستایش نه طاهر. واسه طاهر کلک سوار کرده. کی این کارو کرده آقا جون؟ یه بی پدر مادر تو همون گاراژ همکارش بوده. اما واسه چی؟ چه مرگش بوده؟ بهش پول داده بودن که طاهره بفرسته گله دار. کی؟ کی این کارو کرده؟ کی به یارو پول داده؟ انیس زنت. اما واسه چی؟ داداشش میگفت میخواسته فقط بچه های خودش وارث من بشن. تقصیر منم هست، همیشه میدیدم زیاد میخواد اما نمیدونستم به اینقدر زیاد، اون هم به این قیمت. حالا چرا گذاشتین این مردی که صفایی بره؟ گذاشتم یه عمر در به در و فراری باشه. هرمز که یادته، همونی که پسر حاجی سبزواری رو کشت. 3 سال آزگار در به در و فراری بود. بعد 3 سال تو همین انبار پشتی گرفتنش. وقتی گرفتنش گفت حالا امشب یه خواب راحت بی دغدغه میکنم. بدونی یعنی چی؟ یعنی یه شب خواب راحت بی دغدغه رفتن گله دار میارزه. هر زخمی وقتی جوش میخوره چپ و چلو و ناجور جوش میخوره، اما بالاخره جوش میخوره. یه رب از تیغ برداری و زخمو دوباره بشکافی که حساب خودت صاف و صوف جوشش بدی. کاسه چینی مربیس لب تاخچه نباس بیافته. اما اگه افتاد و شکست بندش نزن، بیریخ میشه. زخم طاهر دیگه جوش خورده. این مردم حرف واسه لغلغه زبان میخواند. یه سبایی حرف طاهر بود، بعد صحبت دختر فراری جواد رنگه، آدم دزدی رحیم دنگی، فردام حرف لغلغه یکی دیگه. من نمیخوام دوباره حرف و حدیث طاهر نقل مجلس میدون بشه، اونم وقتی پای زن تو وسطه. نه، صفایی گم و گور بشه بهتره. ببین صابر، بله آقا جون. قهوه خونه اکبر بلنده رفتی؟ آقا جون همیشه خودتون میگفتین حق نداریم مهمون خونه و قهوه خونه بریم. آره، اما این دفعه فرق میکنه. من خودم میخوام ببرمت، یه بار دیدنش سیاحت داره. باشو باشو حاضر شو. نه، این کوب تا
مرتب پیلتن تاج بخش ایران زمین میشه رکاب بغل مرکب یک قدم آمد جلو یک نگاه به کوتباردار غلی کرد گفت سیاهوی کیستی؟ برای سلامتی خودتون صلوات قد کنید خوش آمدی آقا اشمت سلام آقا جلال شکرم سلام آقا اشمت آقا اشمت حالت چطوره؟ میگفتی گاه قربونیت میکردم قربونت برم ببینم یاد فقیر سون کردی اکبر آقا گلاب زبونت همینجور رو برن و از گل روی مهمون عزیزم آقا اشمت بریم با چی شده؟ بیخیال ببرمون جایگاه مخصوص چیه؟ قتله؟ نه قربونه برم براهس اما اگه براهه ببرمون همونجا هرچی ارباب امر کنی بفر یا صابه اکبر آقا پسرم صابه رو که دیدی دورا دور آقا اشمت ما که دستمون به بزرگان نمیرسه اما خب چشممون زیارتشون میکنه بفرما بفرما آقا اشمن یادت این درخت چقدر کوچیک بود هر با آقا اشمن بفرما بیا تو نگاه کنی چه خوبایی وضعیت اینجا چه خب یه دوتا صندلی من صندلی نمیخواد صندلی نمیخواد این چارپای واسه تو اینم واسه من خب من برم دوتا چایی برای ارباب و پسرش بیارم که وضعمون بشه کویت کویت میشه آخه این که درستش نیست درسته صابر تو چرا ماتت برده؟ فکر کردی میای به شانشینه یه کاخ؟ چهار پای اونجاست برده بذار بشین وضعت چطور اکبر؟ عالی عالی برای بچه ها چی؟ یکیشون دانشگاهشو تموم کرده اون یکی هم امسال رفته دانشگاه عیالم رفته حج خودمونم که فعلا بی سر و سامونیم اما خدا رو شکر دل خوش و لب خندون خروار خروار شد راستی چی شد یه دفعه دلت هوای اینجا رو کرد اربا انقدر به من نگو اربا ناسلامتی ما رفیقیم بودیم اربا اون روزایی که تو زمستون این گوشه تا صبح از سرما می لرزیدیم اما حالا شما کجا بود؟ ما کجا؟ همون معرفت سرم میشه هنوزم کوچیک و بزرگی رو حالیمه ببین اکبر یه رو بعد از صبح بیام بشینیم خاطرات گذشته رو زیر رو کنیم راسته چی شد؟ چی شو؟ اون روزا گوش نبودیم بله خوش بودیم اون روزا یه سقفی بود که میخواستیم بهش برسیم آرزوهایی داشتیم آرزو خوبه هر با خب دیگه موقعشه که برم دوتا چایی برای ارباب و پسرش بیارم یا حق
آقا جون، این که قد بالای معمولی داره، چرا بهش میگن اکبر بلنده؟ شیرنی ناپلونی توش ناپلون داره؟ این اصلا اسمش اکبر بلنده نی، اسمش قاسمه. اکبر بلنده اوستاش بود، وقتی مرد به احترام اون این اسمو رو گوش رو خودش. اکبر خدا بیامرز وقتی رفت تا خرخره زیر قرض بود، دار و ندارش رو داده بود پای قاپ و دود. قاسم پای قهوه خونه باستاد، قهوه خونه رو چرخوند، تمام قرض و قوله های اکبر رو راست و ریس کرد، بعدش هم اینجا رو از ورثه خرید. باورت نمیشه صابر، شبا تو این سولاخی میخوابیدیم، از سه صبح تو میدون جون میکندیم و سگ دو میزدیم، شب میمدیم اینجا تو این سولاخی میخوابیدیم. قاسم هم اینجا میخوابید. اینجا میخوابیدیم و فکر و خیال شروع شد. میشه منم یه دکه تو میدون داشته باشم، یه وجب باشه اما مال خودم باشه، روز توش کار کنم و شب یه گوشش بخوابم. میشه منم یه گونی پیاز، یه تاچه انگور، یه صندوق پرتقال، یه بار هندونه داشته باشم که مال خودم باشه و بفروشمش. یه دکه، یه دکان، همه یه میدون، هرچی که عقل بهش میرسید دست من بهش رسید. اما یه جا دست من کوتاه بود، صابر. من یه پاپاسی پول حرام تو زندگیم نیست. من میدونم آقا جون. چرا برکت از زندگیم رفته؟ این چیه؟ میخوایم بریم خونه؟ خونه؟ اینم چای تازه دم، خیلی صفا آورده آقا هشمت. این درسته قاسم، هشمت داره من قاسم. اینه بگی صابر. تهران مشهد 8 صبح، سری و سی 5 بعد از ظهر، مشهد تهران 9:30 شب، تهران ساری 10 صبح، ساری مشهد 3:30 شب، تانکر نفت مشهد 7 صبح. درسته، بازی ما این بود. آمار قطارا رو میگرفتیم، ما که پول کافه و سینما نداشتیم، یه بازی مجانی از خودمون را انداخته بودیم. اینم قاسم، قطارا هر روز اینجا رد میشن؟ آره، هرچی از اینجا ببرن شمال شهر این خط آهن رو نمیبرن، هنوزم رد میشه. ببین قاسم، میگم حالا که اومدیم خاله گردشی بریم رو پل قطار بازی. قطار بازی آقا جون؟ چی؟ آقا رو بازی درجه یک، مگه کیف نمیداد قاسم؟ ببین اینجا اول حرکت قطار بود، اینجا رو یواش میرفت، اینجا چون یواش میرفت مسافرام حوصله داشتن پنجره بیرون نگاه میکردن، با هم پای قطار میدویدیم، بعد یه یکی میدیدیم میگفتیم هی آقا کجا داره میری؟ مشهد. دکی پا عوضی سوار شده میره ساری. بعد یه از دم پنجره قید میشد، بعد ما میشستیم قصهش مینوشتیم و هر هر میخواد. داری میری هر با؟ رفتنی ها باز برن، به اهل عیالت سلام برسن. عمو جون بایسته. کاش میدونستم چی کم داری هشمت.
آقا جون با انیس چیکار کنیم؟ یعنی چی با انیس چیکار کنیم؟ خب مگه نمیگین اون باعث شده که چی کارش میخوای بکنی؟ یعنی چی کارش میتونی بکنی؟ یعنی هیچی؟ ببین اون یه سفره پت و پن فقط واسه خودش میخواد. خب حالا این سفره پت و پن بازه، اونم کنارش نشسته، توش هم پره. اگه همینه نمیخواست؟ بله آقا جون. ببین صابر، دنیا همینه. آدمیزاد با یه آخ تموم میشه همه ی آرزوهای انیس. با یه آخ دود شد رفقا. میدونم آقا جون. ببین صابر، رفتیم خونه، راجع به این حرفا و این قضیه چیزی به آتی نگو. افتاد؟ بله چشم. بریم خونه. برو تو، برو. بیاین خانم، اینو براتون درست کردم بخوریم. انیس خانم خوبه؟ قوت میگیرین؟ سلام آقا، از دیروز سالا گلاب بروتون هر چی میخوره بالا میاره. گفتم امروز براشون حریره بادوم درست کنم. شاید بده به من. خودت هم برو تو خونه. من بمونم اگه کاری باشه. من برو. چشم. میدونی چرا اینجوری نگات میکنم؟ میدونی؟ حدس بزن. نمیدونی؟ خودم بهت میگم. واسه این که تو آینه منی. دو زدم و خودم رو به در و دیوار کوبیدم تا این مال اموال رو جمع کردم.
اما حالا که همه چی دارم، صد رحمت به یه قفس آهنی. کجامون دل خوش؟ ببین بین این خونه و قبرستون تفاوتی میبینی؟ گفتم تو عین منی. این همه سال آسمون رو به زمین دوختی تا صاحب همه اون آلاف علوفی بشی که من جمع کردم. یا همش مال تو. از سیا بازم میخوای؟ گفتم من و تو این همیم، ما یه فرق داریم. من واسه این که به این جایی که ازنم برسم خودم جون کندم، ولی تو واسه این جایی که هستی برسی جون یه نفره گرفتی. من از اون ته محله شهر تا اینجا که یه کورس ماشین بود سینه خیز اومدم، اما تو با تاکسی اومدی. من قضیه رو میدونم، صابرم میدونه. امروز تو آگاهی غلامی رو دیدم، بابت کشتن یه شاگرد مسافرخونه چی گرفتنش. از اون همه پول و جواهری که به غلامی داده بودی چیزی قسمتش نشد. سهم اون چمه تنابه که میافته دور گردنش، سهم داداشت هم در به دری و آوارگی یک عمره، از این شهر به اون شهر، از این سوراخ به اون سوراخ. اما سهم تو از همه بیشتره. لب چشمه میشینی از تشنگی میمیری، کرور کرور مال و منال حشمت فردوس زیر دستته، اما دستت نمیتونه یه قاشق حریره بادوم رو بذاره توی دهن خودت. تو حیا فرستادی سینه قبرستون که بچه هات وارث دار و نداره حشمت فردوس بشن، اما حالا خودت مثل مادرهای دیگه نمیتونی دستتو بلند کنی که به موهاشون بکشی و نوازششون کنی. حسرت یه تیکه نون خشک که با دست خودت تو دهن خودت بذاری به دلت میمونه. همش این نیست، بازم هست. پسر طاهر رو میارم تو این خونه پیش چشمت، زندگی براش درست میکنم که پسر قارونم ندیده باشه. میارمش تا پیش چشمت ذره ذره قد بکشه و مثل یه آقا بزرگ شه. بزرگ شه و دست بندازه روی زار و زندگی حشمت فردوس. تو فقط میتونی روی این صندلی بشینی و تماشاش کنی، تماشاش کنی و روزی صد دفعه بمیری و زنده شی. خودت بخور اگه میتونی.
میخوام میدونم خیلی دیر شد ولی پدرم برده بودم دکتر. مهمیه؟ چرا مهمه؟ نمیخوام فکر کنید آدم وظیفه نشناسیم. الان محمد رو میذارم سر کلاسش، میام میرم سر کلاس. ستایش جان. خانم گرامی، سلام سمین جون. سلام. چی شده؟ افتضاح. بایست مامان، صبح بابام بردم دکتر، انقدر التماس کردم تو خارج نوبت ببینتش، بعد برش گردوندم خونه. اومدم این دوتایی کشیدم به کولم تو خیابون وایسادم منتظر ماشین. مگه حالا ماشین میاد؟ انقدر هرس خوردم که مونده بود تو خیابون بخورم زمین. خانم مدیر حق داره عصبانی بشه. سیمین جون، نرسیدم شیرشو بدم، تو بهش برس، من میرم سر کلاسم. خیلی بد شد. خانم نادری، دارم همین الان میرم سر کلاس. صحبت کلاس نیست. نرم سر کلاس؟ نه. من که گفتم دیگه تکرار نمیشه، قول دادم. ستایش جان، گرفتاری مال همه هست، تو هم انقدر نگران نباش. پس چرا میگی سر کلاس نرم؟ برای که یه آقای توی اتاق بچه ها منتظرته. از دادگستری؟ اینو بدش به من، خودت برو ببین. یه دقیقه وایسا. یه دقیقه. اگه خیال میکنین اومدیم اینجا سر صدا را بندازین و بیا بری درست کنین تا من اینجا. فقط به حرفای من گوش کن. حرفاتون رو میدونم چیه. ببین، اول حرفامو گوش بده، بعد جوابمو بده. اگه حلال کردنی هم حلالم کن، اگه بخشیدنیم ببخش، اگه تاون دادنیم بگو تاونم چیه تا بدم، ولی حرفای منو بشنو. حرفاتونو قبلا تو دادگاه شنفتم. ببین، من دیروز من میتونم بشینم؟ پلیس مردی که تو ماشین طاهر جنس جاسازی کرده بوده دستگیر کرده. آدمیه به اسم غلامی. خانم گرامی، ببخشید، خانم مولی نیست؟ ببخشید. من بابت حرفایی که توی دادگاه زدم ازت خجالت میکشم. از طاهر چی؟ به هر حال خیلی ممنونم که بهم خبر دادی. هنوز تمومش نکردم. اون یارو اقرار کرده که زن صابر بهش پول داده که این کارو بکنه. داداشش میگفت دوست نداشته وارث دیگه ای داشته باشه، میخواسته طاهر از سر راش بزنه کنار، بعد تا چنگ بندازه رو دارو نداره حشمت فردوس.
لابد بعدش هم میخواسته یه بلای سر من بیاره، یا سکتم بده یا منم بفرسته تو خونه سالمندان. با خیال راحت داداششو بذاره سر مغازه های میدون، ایلو طایفشو بریزن تو خونه من، صابرم بکنن مامور و پادوشون. اینجا واسه اون ایلو تبارش بشه کویت. دیشب که جلوش نشسته بودم دلم میخواست چانج بزنم تو سیناشون، دل صاب مردشون در بیارم از زیر پام. اما دیدم دکه مردن همون چیزیه که اون تو حسرتشه. گفتم یه جور دیگه باید دلش رو آتیش بزنم. باز اون 70,000 سال جهنم رو تو همین دنیا واسش جور کنم. بهش گفتم طاهر زنده نمیشه، اما پسرش هست، میارمش تو این خونه، مثل یه شازده بزرگش میکنم، ذره ذره تا قد بکشه تو هم تماشاش میکنی، همه زندگیمو میریزم به پاش. زیر پاش نه خاک، اسکناس فرش میکنم. تو تا هر روز تماشاش کنی روزی 100 دفعه بمیری. آره این اون تواسه که براش فکر کردم. پسره رو بده به من، پسر طاهر رو بده به من، هر کاری بگی میکنم، هر کاری که به عقل بشر میرسه، هر کاری